سلام به همه و خوش اومدین به این ویدیو. خب امروز کاری که میخوام بکنم اینه که یک سری جدید شروع بکنم درباره یک کلاسی است که مهندسان برق برمی‌دارن که فکر میکنم دومین الکترونیک دو باشه و این فرق کنه، چون در دانشگاه های مثلا توی ایران و دانشگاه های توی آمریکا و جای دیگه اینا یه ذره شاید فرق کنه، ولی خب یک کلاسی است که خیلی مهم است و بهش میگن Analog Signal Processing یا پردازش سیگنال های آنالوگ، که به نظر من این شاید مهمترین کلاسی باشه که در مهندسی برق ورمی داریم، به خاطر اینکه پایه هایی که ما اینجا چیزایی که اینجا یاد میگیریم این اولین کلاسیه که خب اینم دوباره میگم وابسته است به کجا هستین و در کجا هستین و چه دانشگاهی دارین درس میکنین، ولی خب من فکر می‌کنم اولین کلاسی که واقعا از ریاضی ما استفاده می‌کنیم که مدارهای الکتریکی درست کنیم و پردازش سیگنال با اونها انجام بدیم. برای همین به نظر من روش‌هایی که ما اینجا یاد می‌گیریم و نوع فکر کردن و اینجور چیزا این خیلی یه چیز پایه‌ای هست که تمام مهندسان برق باید بدونن و گفتم اینا هم شاید یه ذره فرق کنه. مثلا من فکر کنم اگه درست فهمیده باشم توی شریف الکترونیک 1 و 2 که برمی دارن خیلی ترانزیستور و اینجور چیزا باشون کار میکنن، ولی من تو آمریکا در ایالت الینوی که برداشتم اینو الکترونیک 1 رو برداشتم، بیشتر ما تو مثلا تابع ترانسفر فانکشن که میشه تابع انتقال دامنه فرکانس ای سی انالیز ای سی و اینجور چیزا من زیاد بیشتر به اونا کار کردیم و چیه اینا ترانزیستور ما یه ذره رفتیم روش ولی خیلی باش کار نکردیم، ولی توی لبراتوری توی آزمایشگاه ما با ترانزیستور خیلی کار کردیم، تو کلاس ولی زیاد درباره نظری حرف نزدیم. خب ولی خب همونجوری که میگم اینا دیگه فرق داره کشور تا کشور، دانشگاه تا دانشگاه، ولی خب اینه که میگم اینه که یک کلاس این شکلی درباره آنالوگ وجود خواهد داشت در اگر شما مهندسی برق میخواید بخونید. خب پس این سه تا سوالی که من اینجا نوشتم فکر کنم یک کدومش جواب بده. این میگه why learn analog signal processing، چرا باید ما یاد بگیریم analog signal processing، و الان بهتون جواب دادم که اگه میخواید مهندسی برق بخونین یک کلاس خیلی پایه‌ای هستش، پس من اینو مارک میزنم و خیلی کلاس شیرینی هم هست، خیلی بعضی نکاتی که تو این هستش خیلی هیجان انگیز هست، مثلا درباره رادیو سوپر هدرودین رادیو درست کردن و مثلا فوریر سری فوریر و تبدیل فوریر رو استفاده میکنیم فکر کنم برای اولین بار و یه چیزی که کاربردی داره در دنیا، نمیدونم سیستما شروع میکنیم درباره سیستما حرف میزنیم و یه دید خیلی جالبی بهتون میده اگر این کلاس شما بردارین و بهش فکر بکنین و مشکلها رو حل بکنین. خب حالا میخوام برسم به این سوالی که سیگنال چی هستش و یک سیگنال آنالوگ چی هست. قبل از اینکه این کارو بکنم یه دقیقه بهتون بگم این عکسو چرا گذاشتم اینجا. عکسی که اینجا هست شاید ندونین ولی خب امیدوارم که حالا بدونید، ولی این خب مشتری هستش، جوپیتر هستش این سیاره مشتری فکر کنم میگن به فارسی جوپیتر هستش و این ساتلایت، این چیزی که اینجا سفینه پروبی که دارین میبینین اینجا، اسپیس کرافتی که دارین اینجا میبینین اسمش هست چی؟ اسمش هست جونو. اسم این اسپیس کرافت جونو هستش که در سال 2011 میلادی ناسا اینو فرستاد به فضا و یه اوربیت خیلی جالب این استفاده کردن که انرژی بوست بگیرن از شتاب پیدا بکنن از سیاره هایی که دارن میرن، مثلا از زمین برگشت یه بار یک شتابی گرفت و رفت به سمت مشتری و این تا امسال فکر کنم کی بود؟ جولای بود، جولای چهارم که چی میشه 26 روز پیش تازه رسید به مشتری و اوربیتی که لازم داشت و در اون اوربیت افتاد. حالا چرا دارم درباره این حرف میزنم؟ به خاطر اینکه سیستم هایی که توی این
حالا بگم سفینه یا بگم چه پروب توی این سپیس کرافت هستن، اینا سیستما خب ایده های استفاده شده در اینها که از انالوگ سیگنال پروسسینگ استفاده شده، مثلا کنترل سیستم هایی که داره اینجا کنترل، که مثلا چون میدونین هرچی دورتر میشیم خب یه دیلی وجود داره دیگه، مثلا شاید یکی دو ساعت طول بکشه، دقیقا نمیدونم، خب یکی دو ساعت شاید طول بکشه که سیگنالی که از اینجا داره میاد، از سیگنال نوری که داره اینجا میاد برسه به ما و بتونیم ما رو کنترل بکنیم از زمین، ناسا بتونه کنترل بکنه. برای همین کاری که میکنن اینه که اینا یک کنترل سیستمی مثلا اینجا میذارن که خود اسپیس کرافت مثلا به ستاره ها نگاه میکنه، میبینه اوکی این ستاره است، این ستاره است که ما همیشه میدونیم، بیان به این نگاه کنن و جهتی که این بیست آن نت اینو پای زمینش میکنه و کاری که میکنه اینه که جهت خودش رو میشناسه و مثلا یک راکت یک ثراستی از اینجا به وجود میاد و اینو فشار میده به یک سمتی که باید بره. مثلا کنترل سیستم ها نمیدونم کامیونیکیشن مخابراتش تمام این سیستم های الکترونیک و اینا چند تا از ایده های از پردازش سیگنال های انالوگ رو استفاده میکنن که ما اینا رو یاد میگیریم. خب حالا که اینا دیدیم حالا چرا اهمیت داره برای ما، بیایم ببینیم سیگنال اصلا چیه. خب سیگنال وقتی ما استفاده میکنیم در سیستم ها، این میتونه هر چیزی باشه، میتونه هر چیزی باشه که اکسایت میکنه سیستم رو. بنویسم اینجا اکسایت، یعنی میگه مثلا هیجان انگیز میکنه، یعنی اینکه چجوری بگم اینو به فارسی، مثلا اگر شما ماشینتون رو دارین رانندگی میکنین، شما میتونین به ماشین از این سیستم نگاه بکنین و وقتی پاتون رو میذارین روی گاز پدال گاز میدین، این یه اینپوتی هست، این ورودی هست و خروجی این سیستم ما چی هستش؟ حرکت مثلا شتاب پیدا کردنه. خب این مثلا میشه یک سیستم و سیگنالی که این سیستم ناش، این گازی که شما دارین پاتون رو گاز پدال گذاشتین. خب حالا وقتی ما داریم حرف میزنیم در مورد سیگنال، این سیگنال مثلا میتونه اقتصادی باشه، بیولوژی باشه، هر چیزی میتونه باشه، ولی در این کلاس وقتی ما میگیم سیستم و سیگنال، داریم درباره سیستم ها و سیگنال های الکترونیک حرف میزنیم. و این سیگنال ها خب چه چیزایی دارن ورودی و خارجی؟ جریان الکتریکی و ولتاژ، ولتاژ الکتریکی دارن. خب مثلا این سیگنالی که اینجا نگاه کنیم به این میگیم آنالوگ. چرا میگیم آنالوگ؟ به خاطر اینکه این پیوسته هستش، این یک تابعی است، مثلا میتونه ولتاژ باشه، ولتاژ باشه یا جریان باشه، این تابع زمان هستش و این همینجوری که مشاهده میکنین این تابع که از تابع زمانی ورودی میگیره این پیوسته هستش. هر جا که بریم میتونیم بی نهایت نقطه ما اینجا بذاریم، به این میگن آنالوگ، سیگنال آنالوگ. خب حالا سیگنالی که آنالوگ نیست چیه؟ مثلا یه سیگنالی که آنالوگ نیست، سیگنالی که ما سمپلش میکنیم، مثلا میگیم آقا ما نمیتونیم یک سیستمی استفاده کنیم که بی نهایت نقطه بگیره از اینجا، خیلی مثلا انرژی لازم داره یا اکیوریسی لازم داره، چیکار میکنیم؟ میایم یه سامپلینگ اینتروال درست میکنیم، یک مقداری میایم این موجی که اینجا گرفتیم مثلا جریان یا ولتاژ هست، میایم اینجا ما سامپل میکنیم، یا این کلمه‌شو به فارسی بزنیم پیدا کنم. خب آره، کاری که میکنیم اینه که ما نمونه گیری میکنیم از این سیگنالی که گرفتیم که آنالوگ هستش، که خیلی بد شد، خیلی کج شد اینجا، ببخشید، ولی خب ما این نمونه رو میگیریم و بعد با مدارهایی که داریم مثلا باش یک پردازش، یک پروسسینگی باش انجام میدیم. خب این ایده ای که اینجا داریم پس چی بود؟ یه سیگنال آنالوگ، یه سیگنال پیوسته میگیریم و در کاربردیشی که میخوام انجام بدیم، مثلا یک در یک کلاس دیگه ای که بعد از این شاید بردارین بهش میگن چی؟ میگن پردازش سیگنال های گسسته یا دیجیتال، که اینو ما کاری کردیم، گسسته کردیم اینو، قسمت قسمت کردیم و چی میگیم؟ مثلا میگیم اگر بین مثلا 5 ولت این 0 ولت، خب میگیم اگه سیگنال ما مثلا بین این بیفته، مثلا اینجا باشه، لولش اینجا باشه، میگیم بیا من یه قسمت دیگه برای اینجا اول درست کنم،
اگه بخوام بهتر بگم، مثلا بگیم 0 ولت 5 ولت و وسطش بگیم 2.5 ولت، مثلا اینو بگیم. حالا میگیم اگه بین این افتاد، بین میگیم 0، اگر بین 0 و 2.5 افتاد میگیم بهش، به این میگیم خاموش بودن یا 0، و اگر بین 2.5 یا 5 بود بهش میگیم چی؟ میگیم روشن، این دستگاه روشنه یا یکه. که این دیگه دیجیتال و اینا من زیاد نمیخوام توش برم، ولی خب این دیگه مقدمه به که این کلاس رو برمیدانیم و این ایده ها چه ربطی به هم دیگه دارن. خب این هم بهتون میگم که این ولتاژ و جریان هایی که استفاده میکنیم اینجا وقتی پیوسته هستن یا آنالوگ هستن، سینوسی و کوسینوسی ما اینجا مینویسیم. که اولین جمله که اینجا میاد این پیک هست، ولتیج پیک، یعنی که مثلا اگه ما 10 ولت داریم مکسیموم، یعنی حدمون 10 ولته، این کوسینوس اومگا تی چیکار داره میکنه؟ هر وقت زمان میره بالا میره جلو، این داره یک ضریبی به ما میده اینجا. این کوسینوس اومگا تی یه ضریبی هستش که زد در این 10 ولت داره میشه. مثلا میتونه در یه نقطه از زمان مثلا نیم باشه، بعد نمیدونم میتونه نمیدونم 1 صدم باشه، هر چیزی میتونه باشه که بستگی به این فرکانس داره و زمان داره. خب این چیکار میکنه؟ این 10 ولت رو داره مثلا تغییر میده. در از لحاظ ریاضیات ما اینجوری اینو مینویسیم، یک سیگنالی که داره تغییر میکنه با زمان رو این شکلی مینویسیم. اگه جریان باشه همینجوری، یه سینوس یا کوسینوس میتونه باشه و یه اومگا تی دوش داره. اومگا تی هم اینجا بگم که از این بعد دیدین یعنی چی. اومگا داره میگه چی؟ میگه داره میگه 2 ضرب در پای ضرب در فرکانس. اگه تال ندیدین من اینجا بنویسم، که این چیزیه که برای واحدها اونجور چیزا هستش، که فرکانس در هرتز هستش و اومگا در رادیان در ثانیه هستش. خب اینم یه عکس دیگه هم هست که تمام دستگاه هایی که استفاده میکنم از این ایده هایی که ما اصول هایی که میخوایم یاد بگیریم. اگر به خودتون میپرسید، از خودتون پرسید این چی هست، این قضیه اش اینه. خب حالا بیایم ببینیم که چی ما باید بدونیم دربارش که بتونیم مثلا این کلاس رو مطالعه بکنیم و این درس رو بخونیم. اول اصلا باید جبر رو دیگه خیلی خوب باشین توش، بعد جبر رو دیگه یه چیز این شکلی ببینین دیگه نمونین توش، بدونین که اوکی 4 منهای 1 میشه مثلا 3 روی 1/2 به اضافه 3 چیکار میکنم؟ کامن دینامینیتور پیدا میکنم، میگم آقا این 3 روی 1 دو بالا و پایین رو ضرب در 2 کنیم که اینا شبیه بشن، چی میگیریم؟ 1 به اضافه 6 روی 2 میشه 7 روی 2. خب 3 روی 7 روی 2 مساوی با 3 ضرب در 2 روی 7، درست؟ پس 6 روی 7. یه چیز اینجوری مثلا بدونین، مقاوم ها رو بدونین که مثلا 1 روی کامپلکس فرکشن به اینا میگن کامپلکس فرکشن، اینا رو بدونین که چجوری حل بکنین. مثلا این دوباره میشه چی؟ میشه 1 روی کامن دینامینیتور میگیرم R1 ضرب در R2، بعد بالا میذارم R2 به اضافه R1، بعد اینا رو چون کامپلکسن اینا رو میچرخونم میگیرم R مساوی با جا ندارم، ولی خب میشه R1 R2 روی R1 به اضافه R2. چیزای اینجوری دیگه باید تو جبر خوب باشین. حالا جبر خطی خیلی یعنی لازم نیست داشته باشین اینا، ولی خب کاری که میکنین اینه که مثلا اگه سیستمی گرفتین که معادلات خطی داره، معادل جبری یا معادل دیفرانسیل خطی داره که یه سیستمی هستش، میتونین مثلا ماتریس استفاده بکنین و دیترمیننت استفاده بکنین و کارتون رو راحت تر بکنین. مثلا چی میگم؟ دارم میگم اگه مدلی دارین به این شکل، دارین یه سیستم الکتریکی رو دارین دربارش معادله مینویسین که توصیف میکنه، و چی میگین؟ مثلا یه سیستم معادلات میگیرین که این شکلی هستن، مثلا 5x به اضافه 2y. این هم نمیدونم اگه راه حلی توشون وجود داره، فقط دارم اینجوری می نویسم، مساوی با مثلا 3 و یکی دیگه دارین 2 ضرب در x مثلا منهای 4y مساوی با مثلا 6. اگه همینجوری مثلا آن سیستم دارین، خب اگه دو سه تا داشته باشین
خب میتونیم با جبر حل بکنیم، ولی اگه بیشتر از این بشه دیگه روش های جبر خطی خیلی کمک میکنن به ما، که دیگه حالا مثلا بیشتر از دو تا سه تا شاید نشه برای این کلاس. اگر شد دیگه حالا بهتون روش جبر خطی هم توش میریم و میبینیم چجوری کار میکنیم. خب این پس جبر و جبر خطی بود. دیگه مثلثات یه چیز خیلی مهمی هستش، به خاطر اینکه دایره واحد یا یونیت سرکلی که داشتیم ما، تمام این سینوس ها و کوسینوس ها از این لحاظ دارن تعریف میشن. وقتی من میگم سینوس یک چی میگن انگل یا یه زاویه ای رو اگر سینوسشو بگیرم، دارم میگم اول اصلا باید وتر من یک باشه. وتر اگه یک نباشه نمیتونیم خیلی راحت کار بکنیم با این. وتر من اگه یک باشه، دور یک دایره بره اینجوری، دایره ای که میشه قطرش میشه دو، ریدیسش میشه یک، دایره من باید برم میگن یونیت سرکل، دایره واحد، چون یه واحده این ریدیسش. خب میگم چی؟ میگم سینوس این زاویه من ثتا مساوی با این چیزی که جلوش هست، این که نارنجی هست، روی یک. پس اینجا چیه؟ این x و y هستن دیگه. پس این میشه چی؟ میشه y روی x، که بعد ما به این میگیم چی؟ سینوس. ببخشید اون تنجنت، من اشتباه گفتم. اپوزیت روی ادجسنت یا جلویش روی بتر میشه سینوس. پس y روی 1، پس سینوس تتا مساوی با y. اگر این 1 نبود مثلا میشد سینوس تتا مساوی با 1 روی مثلا 5، که خیلی دیگه راحت نمیکرد این کارو، ولی خب این ساده میکنه برای ما کارمون. خب پس کوسینوسمون چی میشد؟ کوسینوس این زاویه میشه این زرده روی 1 میشه. پس x مساوی با کوسینوس تتا، یعنی اینکه یا بگم کوسینوس تتا مساوی با x که اینجا از زرده هستش روی 1 که میشه فقط x. خب بعد تانجانت چی بود؟ مثلا opposite روی adjacent یا y روی x، این میشه تانجانت. یا sin گفتیم، اگر y sin x کوساینه، پس تانجنت میشه sin روی کوساین. خب اینا دیگه یاد گرفتیم در مثلثات، که اینا رو اگه نمیدونین حداقل این بعضی از اینا رو دیگه مرور کنین. بعد از این چی؟ بعد از این حساب باید بدونیم. حساب چی باید بدونیم؟ مشتق و انتقال. این خیلی مهمه که مشتق و انتقال رو بدونیم. ما یک تیبل کوچیک گذاشتم، یادتون باشه که مشتق و انتقال مثلا اضافه ضرب و تقسیم هستن، یا مثلا لوگاریتم و اکسپوننشال. خب مشتق چیزی رو که میگیریم، داریم میگیم یه تابعی به ما این میده. اگه مشتق مثلا ای به توان الفا اکس رو بگیرم، این تابعی داره به من میده، الفا ای به توان الفا اکس. معنی این چیه؟ داره میگه در هر نقطه، مثلا اگه این ای الفا اکس باشه، تابعی که من اینجا دارم میگیرم چی داره به من میگه؟ داره میگه این تابع در هر نقطه که شما بگین، هر مثلا بگین نقطه اکس مساوی با 3، مثلا اینو بگین، میذارین این 3 و این 2، و اگر الفا رو بدونین چیه، مثلا بگیم الفا 2ه، هر چی که هست، این به ما چی میده؟ خط مماسی رو میده به این تابع در نقطه x مساوی با 3. پس داره چی میگه؟ این خط مماس رو میده، این مشتقی میگیره، این داره خط مماس رو میده در هر نقطه از این تابع. خب و بدونیم که اکسپوننشال ها ای به توان هرچی، این یک خاصیت خاصی داره که مشتقش رو که میگیرین مساوی است با خود. اگر بگم مشتق ای به توان x رو بگیرین، این به ما چی میده؟ ای به توان x میده. یه چیز خیلی جالبی هستش که این انجام میده. و ای به توان x رو ما هم تو فیزیک استفاده میکنیم، هم تو مهندسی برق، هم تو اقتصاد. خیلی چیز جالبی هستش. خب حالا انتقال که میگیریم چی هستش؟ انتقال که میگیریم، انگار دارن به ما این یه تابعی رو میدن که داره خط مماسی رو دربارش حرف میزنه. میگه آقا خط مماس یه تابعی که من نمیدونم در هر نقطه یه چیزی هست. مثلا در نقطه 3 خط مماس یه شیب 3 داره، مثلا در نقطه 5، مثلا اینجا بنویسم در نقطه x مساوی با 5 مثلا شیب 2 داره به ما انگار شیب میده. خب
خب اگه ما انتقال بگیریم داریم میگیم آقا ما از این شیب داریم میریم به یک تابعی، و باید یادمون باشه که ما انتقال میگیریم یه چیزی از دست ما دادیم. وقتی ما مشتق گرفتیم، مثلا بگیم ای به توان الفا اکس به اضافه 3، خب مشتق اینو بگیرم این 3 گم میشه، چون 3 یک ثابتی هستش، با اکس عوض نمیشه. مثلا ای به توان الفا اکس به اضافه 3 مثلا این همینه، ولی خب مثلا 3 تا واحد میره بالاتر. پس این چی داره؟ این شیب رو میبینی، این شیب هنوز یه چیزه، درست شیب عوض نشده. برای همین وقتی ما انتقال رو میگیریم میخوایم از شیبه تابع شیب برگردیم به اون تابعی که اول داشتیم. برای همینه که وقتی ما انتقال میگیریم ما بزنیم به اضافه سی، به اضافه یه ثابتی، مگر اینکه یک حدی به ما میدن. حد اگه ما بدن خب این سی کنسل میکنه دیگه، لازم نیست بنویسیم. ولی خب امیدوارم که بدونین چرا سی ما اینجا مینویسیم. این چیزایی که دیگه باید خیلی پایه‌ای هست، ما باید بفهمیم قبل از اینکه این کلاس رو شروع بکنیم. خب پس این حساب بود معادلات رفرنسیل، که من یک ویدیو سری دربارش دارم، روش الان دارم کار میکنم، فکر کنم ویدیو 20 هم بهش رسیدم و همینجور اضافه میکنم، همینطور که کلاس جدیدی که الان داریم شروع میکنیم و اضافه میکنم. خب این دیگه انگار حسابه، ولی خب خیلی میره دقت میکنه به روش های پیدا کردن معادلات دیفرانسیل، ببخشید روش های پیدا کردن تابه هایی که نمیشناسیم، تابه های ناشناخته از یک معادله دیفرانسیل. یعنی چی؟ یعنی من یه معادله بهتون میدم که داره شیب یک تابه ای رو در هر نقطه برای ما پیدا میکنه، و بدونم آقا اگه این معادله رو بهتون میدم، معادله دیفرانسیل رو بهتون میدم، این مشتق ها رو بهتون میدم، برای من پیدا کنین تابع هایی رو که این مشتق رو صدق میکنن. یعنی که مثلا اگه این شیب رو بهتون میدم، این جدول شیب رو بهتون میدم، برای من پیدا کنین یک تابعی رو که اگه مشتقش رو بگیریم به ما دقیقا این تابع رو میده، که میتونه مثلا بی نهایت تابع باشه. چرا بی نهایت تابع میتونیم داشته باشیم که یک معادله دیفرانسیل رو صدق میکنن؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم به اضافه سی، این سی میتونه 1 باشه، 2 باشه، 100 باشه، میلیون باشه، منفی 10 میلیون باشه. پس چیکار میکنه؟ میبره بالا و پایین این تابع رو که داریم. برای همینه که میتونه بی نهایت تابع رو توصیف بکنه. و شرایط اولیه initial value problems، شرایط اولیه که ما میدن، مسائل شرایط اولیه به ما میگه آقا دقیقا من مثلا این تابع رو دارم حرف میزنم، تابع این معادله دیفرانسیل هرچی از مثلا مشتقش چی باشه، dy dx مثلا به ما چی بده؟ e به توان x بده. خب a زد به توان x بده، مشتق این تابع نمیدونیم چیه، این مشتق ما میدن، میگن اون تابعه رو پیدا کن که این معادله دیفرانسیل رو صدق میکنه. چیزی هم که بهتون میدیم اینه که در نقطه مثلا x مساویه با 0 مقدار y مساویه با 4، خب اینو که ما میدن دارن میگن آقا تمام این معادلاتی که تابع هایی که معادله دیفرانسیل رو صدق میکنن همه رو نمیخوایم، فقط اونو میخوایم که در نقطه x مساویه با 0 مقدارشون 4 هست. خب اگه این باشه پس میگن آقا این یکی تابع من هست، نه این یکی، نه این یکی و نه این یکی. خب دیگه حالا بریم جلو، خیلی من موندم روی این. پس این ایده بزرگ معادله دیفرانسیل اینه. خب بعد چیزی که بعد بدونیم الکترومغناطیسه. خب فیزیک الکترومغناطیس چیکار میکنه؟ درباره مثلا بار الکتریکی حرف میزنه، مثبت و منفی، و میدانهای الکتریکی حرف میزنه که چه اتفاقی میفته. هر چیزی که الکتریکی و در دنیای ما که اکثر چیزا الکتریکی هستش و مغناطیسی هستش، این الکترومغناطیس میاد اون رو به کمک آقای مکسول قوانین الکترومغناطیسی جهان، مثلا در مکانیک F مساوی با MA داشتیم و جور چیزا، این میاد 4 تا معادله میذاره آقای مکسول با هم دیگه میاره که یونیفای میکنه اینا رو، الکتریسیتی و مغناطیس رو با هم دیگه یکی میکنه، میگه که اینا دقیقا یک چیز هستن ولی خب در شرایط مختلف انگار جدا از هم دیده میشن. و چیز بزرگی که بعد از الکترومغناطیسی فهمیده باشیم که بیام اینجا در این کلاس کابلیشو بگیریم اینه که این انتقال ایداد دیار چی داره میگه؟ داره میگه آقا اگه شما یک
میدون الکتریکی رو عوض بکنین، چینج بکنین، چی میگیرین شما؟ ببخشید من اینو برعکس گفتم. این چیزی که داره به من میگه اینه که اگر من مقدار فلاکس یک مگنت رو، یک بار مغناطیسی رو، اگر من بیام توی لوپ بسته، بیام مثلا یک وایر بکشم اینجا، خب بیام توش مگنتی رو، یک بار مغناطیسی بذارم و داخل و بیرون ورود و خروجش بدم اینجا، ببرم تو و بیارم بیرون، من یک ولتاژ، این داره میگه ولتاژ، یه ولتاژی درست میکنم در این لوپ، در این وایر ولتاژ درست میکنم که این ولتاژ خودش یک جریانی درست میکنه، یک جریانی درست میکنه، جریان الکتریکی درست میکنه، و مقدار ولتاژ و جریانی که این درست میکنه متناسب است با چقدر سریع من این کارو کردم، چقدر سریع من اینو بردم تو یا بیرون، چقدر سریع من مقدار این خطهای مغناطیسی رو در این لوپ من عوض کردم. این به من میگه چقدر ولتاژ و جریان الکتریکی درست میشه در این لوپ. مهم اینه که این لوپ باید بسته باشه، اگه باز باشه ما هیچ جریانی نمیگیریم، چون مقاومت مثلا بی نهایت دیگه، چون هوا بی نهایت حدوداً لازم به کلمات ریاضی بخوایم استفاده کنیم، این مقاومت هوا حدوداً بی نهایته. خب پس برای همین باید این لوپ بسته باشه که مقاومت بی نهایت نباشه و فاینایت باشه که جریان الکتریکی ازش رد بشه. خب این اولی بود. دومی چی میگه؟ دومی میگه که اگر من یک جریان الکتریکی داشته باشم در یک خط، در یک وایر، یک جریان الکتریکی داره میره همینجوری، چیزی که به من میگه اینه که هر جریان الکتریکی اگر استدی باشه، اگر عوض نشه، یک میدان مغناطیسی درست میکنه که من اینو بینگی میکشم و به این شکله. اگر شما شستتون رو بزنین به سمت این جریان، شست ما به این طرفه، دست ما جهت میدان مغناطیسی رو نشون میده. خیلی بد اینجا کشیدم من. خب میگه آقا شستتون به طرف جریان، جریانی هم که میگیم داره میگیم از مثبت به منفی میره، کانونشناله. خب میگه جریان اگه به این طرف داره میره، شست ما به اون طرف میره و جایی که دستای ما، انگشتای ما دارن میرن، این میدان مغناطیسی به اون طرف داره میره الان. پس یه میدان مغناطیسی درست شده دور این وایر و ما میدان مغناطیسیمون به این طرف داره میره. خب این یه چیزی که بدونیم. و چیز دیگه اینه که اگر ما این جریان AC باشه و بره جلو و برگرده عقب و مقدارش عوض بشه، مثلا در یه ثانیه 2 امپر بعد 5 امپر، خب این چون جریان عوض شده، این میدون مغناطیسی هم عوض میشه. هرچی جریان قوی تر باشه، ببین اینجا رو داره میگه چی؟ داره میگه میدان مغناطیسی متناسب با یه ثابتی، یه ثابتی اینجا میگه متناسب با چیز بزرگی که دارم اینجا میگم، اینه که میدان مغناطیسی ما متناسب با این ثابت ها رو میذارم کنار. حالا داره میگه جریانی که داره در داخل این وایر داره میره، به اضافه مقداری که شما عوض میکنین، یعنی نرخ عوض شدن میدون الکتریکی، که این ایده های، این دوتا خیلی ایده بزرگ هستن. دوتا قانون دیگه هم دارن که من اینجا نکشیدم، چون خیلی بیشتر درباره فیزیک هست، ما خیلی استاتیک هستش، الکترو استاتیک هست و ما به اون زیاد کار نداریم، چون میخوایم الکترو داینامیک یا جریان هایی که دارن فلو میکنن، دارن راه میافتن رو میخوایم درباره شرط بزنیم، اون کاریه که میتونیم بکنیم با مدارها. برای همین فقط اینو باید بدونیم در این قسمت، در این بخش، اینه که جریان الکتریکی میدان مغناطیسی درست میکنه و عوض شدن، اگر این جریان مثلا 100 امپ باشه، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی که درست میکنه از جریانی که 5 امپ بزرگتره، مثلا اینو به ما داره میگه متناسب این میدان مغناطیسی ما با مقدار جریان و با
عوض شدن نرخ، عوض شدن میدون الکتریکی. یعنی اگر ما یک، به این میگن چی؟ میگن displacement current، میگن جریانی که بین دو تا کپاسیتور، بین یک خازنی داره میره، داره میگه هر چقدر سریع این میدون الکتریکی عوض بشه، این چیکار میکنه؟ یه میدون مغناطیسی دورش درست میکنه. این چیزی که داره به ما میگه الان نرخ عوض شدن این میدون الکتریکی دلتا ای ما، نرخ عوض شدنش با نسبت زمان متناسب با مقدار میدون مغناطیسی که ما داریم اینجا میگیریم. خب اینو تا ایده بزرگی که ما باید بدونیم از مکسول، از الکترومغناطیس. خب بعد از اون از الکترونیک یک. خب اگر الکترونیک یک رو بر نداشتیم، من ایده های بزرگ رو روش دوباره میرم یه مرور میکنیم، مثلا KCL KVL رو حتما مرور میکنیم، آپمپ رو ذره مرور میکنیم، دیگه همه اینا رو ما مرور میکنیم. من فوریر سری و فوریر ترانسفورم و چند تا ویدیو درست میکنم فقط برای اونا، لپلاس ترانسفورم و تبدیل لپلاس رو ویدیو درست میکنم، تابع انتقال ترانسفر فانکشن و دامنه فرکانس انالیسیس رو براتون، اینا رو همه رو ویدیو درست میکنم که مرور کنه. ولی اگر الکترونیک یک رو برداشتیم و بلدیم بهتره. این فقط یه مروره، تمام کلاس رو نشون نمیده، این مروره برای شما در ویدیوهای بعد. خب حالا چیکار میکنیم؟ حالا میگیم محتویات کلاس ما رو نگاه میکنیم. این چیزی بود که شما باید باش حالا یه ذره حداقل بدونی. حالا لازم نیست همه اینا رو مثلا دیگه استاد باشین، ولی خب دیگه هرچی بیشتر بدونین درباره‌اش، هرچی باش روانتر بتونین کار کنین، روانتر کار کنین، باش خوب باشین، این بهتره برای ما، راحت‌تر میفهمین ایده هایی که اینجا یاد میگیریم. خب محتویات کلاس اگر نگاه بکنیم، اول اصلا شروع میکنیم با پایه‌ترین ایده های مهندسی برق که از ولتاژ شروع میشه، جریان و توان. بعد میریم به KCL و KVL و نگاه میکنیم به پسیو، کامپوننت های پسیو که مقاوم، سلف و خازن هستن. بعد نگاه میکنیم که چقدر کامپلکس نمبر ها که مثلا E به توان J اومگا T و اینو چیزا، ببینیم که چقدر این زندگی ما رو ساده میکنه و لازم نیست که ما ایدنتیتی قوانین مثلثات و نسبت بین مثلا سینوس و کوسینوس و تمام این قوانین رو بدونیم. لازم نیست این کار رو بکنیم زیاد، به خاطر اینکه این کامپلکس نمبر ها کار ما رو ساده میکنن. پس اون رو مرور میکنیم. بعد میریم به مرور میکنیم به انالیز کردن مدارها، رزیستورها رو مثلا کامبینیشن میبینیم که اگر مثلا این شکل بذاریم باید اینا رو اضافه بکنیم، اگر به این شکل بذاریم باید اینا رو یک، ببخشید اشتباه شد اینجا، مثلا میگیریم یک روی R1 به اضافه یک روی R2، بعد یک روی تمام اینا، این چیزها رو میبینیم. بعد سورس ترانسفورمیشن رو میبینیم که مثلا چجوری میتونیم از یک منبع ولتاژ بریم به یک منبع جریان، که اگه مثلا منبع ولتاژ داره این شکلی، از بین مثلا این دوتا دقیقا میشه گذاشت یک، ببخشید من این فکرم برعکس انجام دادم، بذارم نه این درسته. خب مثلا اگر اینجا بخوایم بریم اینجایی که بهتر ما یک منبع جریان الکتریکی استفاده بکنیم، میتونیم بعد اینا رو چجوری عوض بکنیم. پس اینو میریم در قسمت B. بعد KCL و KVL رو سیستماتیک استفاده میکنیم و چند تا مدار باش حل میکنیم. بعد میریم به خطی بودن، سوپرپوزیشن، ثبنن و نورتن رو نگاه میکنیم. بعد از اون میریم به توان نگاه میکنیم و چجوری میتونیم توان مکسیموم رو بفرستیم که برای مثلا مخابرات خیلی مهمه. اگر تا حالا شنیدین امپدنس ماتچینگ برای مخابرات خیلی مهمه. مثلا اگه میگن یک کیبل 70 اومی، مثلا میبینیم که چرا چیزی که به این کیبل وصل میکنیم باید 70 اوم باشه، اگر نباشه مثلا چرا
توان کمتر میرسه بهمون و ریفلکت و مثلا ریفلکشن میگیریم، اینا رو همه نگاه میکنیم. خب چیزای کامیونیکیشن رو نگاه نمیکنیم، ولی خب ماکس پاور ترانسفر رو نگاه میکنیم، انتقال بزرگترین توان از یک مدار. بعد نگاه میکنیم به آپ امپس، آپریشنال امپلیفایر، که اگه یادتون بیاد به این شکل بودن، مثلا یک مقاوم وصل میکردیم و گین میگرفتیم ازش و همینجور چیزا. بعد میریم به دیفرنشیتور و انتگریتور نگاه میکنیم، که مثلا میبینیم که اگر تایم دیپندنت، مثلا سلف و خازنی که بذاریم، چون اینا ولتاژ ها و جریان هاشون وابسته هم به زمان، میتونیم انتگریت و انتقال بگیریم و مشتق بگیریم، که میبینیم که کاربردش رو میبینیم و میبینیم که چرا در این همه سال انالوگ استفاده میشد و آپمپ استفاده میکردن، که مثلا آپولو که ناسا فرستادن به مردم رو فرستادن به ماه، چرا مثلا آپمپ استفاده کردن. میبینیم که چقدر استفاده خوبی میشد ازشون، ولی خب چطور مثلا دیجیتال سیستم ها بهتر بدن، اینا رو بهشون نگاه میکنیم یه ذره. من از اون میریم به مدارهای RC و RL و معادلات دیفرانسیل مرتبه اول رو براشون مینویسیم، و بعد از اون میریم به linear time invariant سیستم ها، یا سیستم های خطی که شیفت میکنیم عوض نمیشن، حالا تو این بیشتر میریم، و میبینیم که اگر اوردرشون یا مرتب مشتقشون n باشه چجوری میتونیم حل بکنیم. بعد میریم به فیزورها و ساینوسوئیدال استدی استیت، که فیزورها اگه یادتون بیاد از الکترونیک یا فیزیک، میبینیم که مثلا ولتاژ میگیم اینجاست و جریان رو میگیم اینجاست، اینجور کارا رو میکنیم، که الان زیاد توش نمیرم چون وقت دارم به 40 دقیقه میرسه. خب دیگه مثلا محتویات رو میبینیم که فرکانسی ریسپانس، پاسخ فرکانس سیستم ها رو میبینیم، دیگه چی میبینیم، سری فوریر، پاسخ سیستم، دیگه چی، تبدیل فوریر، مودولاسیون و AM رادیو. دیگه چی میبینیم، میایم به طرف کانولوشن، ضریب دو تا سیگنال، ایمپولس ریسپانس، نمونه گرفتن و درست کردن نمونه ها برای سیگنال درست کردن، و پاسخ ضربه، استابیلیتی، اینجور چیزا رو میبینیم. بعد میریم به تبدیل لاپلاس، و از آخر میبینیم که چجوری فیلتر، انالوگ فیلتر درست کنیم و لو پاس فیلتر درست کنیم. و اگر وقت شد من تونستم اجازه بگیرم از دانشگاه، میتونیم از در لبراتوری بر RC کار کنیم، آپمپ کار کنیم، پاسخ فرکانس و AM رادیو درست کنیم، و نرم افزار رادیوی نرم افزاری بهش نگاه کنیم و ببینیم چرا انقدر خوبه. خب من زمان خیلی طولانی شد اینجا، و من در ویدیو بعد شما رو میبینم و مرور میکنیم از الکترونیک یک.